درود دوستای خوبم، هنگام هستم باشپزخونه من. خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه، هر جا که هستید خوب، کلی پر انرژی. امروز اومدم براتون چی درست کنم. میخوام پلو به سبک کشور ترکیه درست کنم. این پلو کاملا متفاوته بچه‌ها. چرا این غذا رو انتخاب کردم، یعنی چرا این آموزش رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه دوستان که تو ترکیه هستن، دوستان که تو ایران یعنی زندگی نمی‌کنن، حالا جاهای دیگه هم ممکنه که این مشکلات رو داشته باشن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم بعد از مهاجرت کردن اینه که چجوری از مواد غذایی اون کشور استفاده کنیم. حالا برنج یکی از این معضلاته تو خارج از ایران. من حالا بهترین نوع برنج رو انتخاب کردم اینجا بچه براتون، ولی در موردش کامل توضیح میدم. نکنید برنجای ترکیه، دوستان میگم خیلی از من سوال کرده بودن تو چت، میان تو تلگرام، تو اینستاگرام که چجوری برنج درست میکنی اینجا. اولا من همین برنجا رو هم کتم درست میکنم، آبکشم درست میکنم، ولی من خودم اینجا آشپزم، تو یه رستوران کار میکنم. اصلی ترین کار من اونجا پخت برنج هستش، یعنی دیگه برنج درست میکنم اونجا، پلوی ترکی درست میکنم اونجا، چون رستورانمون غذای بشقابی داره و برنج و اینا کنارش. بعد از همه مدل برنج که فکر کنید استفاده کردم، هر مدلی، حالا چه معطر نباشه چه معطر باشه. اولا یه چیزی بگم که برنجای ترکی کلا معطر نیست. یه مدل برنج معطر دارن، روش نوشته کوکولو، یعنی معطر. خب میتونید هم از مارکت‌های بیم تهیه کنید، هم از آیوز بیر. حالا این مارکت‌ها رو چرا میگم؟ چون تو همه جای ترکیه هستش، وگرنه چاغداش مارکت هست، میگروس هست، خیلی مارکت‌های دیگه هم هستن، شوک هستش، اونم تو همه جای ترکیه هست، ولی بهترینش از آیوز بیره. باز این خیلی کیفیتش از اونی که تو بیم هست بهتره. ولی کلا برنجای اینجا بزرگتر، یعنی اون خاصیتی که داره شفته میشه یا حالت اینجوری، هم برنجاشون خیلی ریزه. این برنج که من انتخاب کردم از لحاظ ظاهری هم نزدیکترین برنج به برنجای ایرانه. ما که برنج ایران اینجا نداریم، پس باید با اون چیزی که دم دستمون هست بهترین آشپزی رو بکنیم. یعنی کلا هر جایی که هستیم همینه. ما اینجا لپه نداریم بچه‌ها، تو ترکیه یعنی لپه نیست، زرشک نیست، نمیدونم شنبله نیست، تره نیست، خیلی چیزا. ولی با اون چیزی که هست، یعنی هنر یه آشپز اینه با اون چیزی که داره بعد آشپزی کنه. حالا منم میخوام امروز براتون برنج درست کنم. اگه تو ترکیه هستید به این روش برنج درست کنید، به روش رستورانی من دارم درست میکنم، به چیز سرآشپز، به روش سرآشپز دارم درست میکنم براتون. حتی روش خونگی هم انتخاب نکردم که بهترین کیفیت رو براتون در بیاره. من یه لیوان انتخاب کردم. خب یعنی هر پیمانه‌ای که برای اندازه‌گیری برنجتون استفاده می‌کنید با همونم باید آب بدین روش، به خاطر اون دارم نشون میدم. من 3 تا پیمانه برنج با این خیس گذاشتم. خب بعد اندازه 4 نفره، 4 تا 5 نفر اگه بخوای اینجوری، لیوان آب دستدار معمولی. بعد نیم ساعت 3 بار با آب گرم، با آب داغ داغ بشوریدش، بعد اندازه نیم ساعت خیس بذارید. حالا من اینو آبکش میکنم، بریم با هم درست کنیم. ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، بریم با هم پلو ترکی درست کنیم. حالا نگاه کنید بچه ها، اول از همه من زیر قابلمه روشن کردم، خب که گرم بشه قابلمه. توش یه مقدار روغن میریزم، قرار نیست که ما روی این برنج روغن بدیم. خب یه مقدار روغن که نگاه کنید کف قابلمه‌تون رو بگیره، ولی یه خورده باید شناورم باشه توی چیز. اندازه نگاه کنید 2 تا قاشق غذاخوری، حالا من با این قاشق میریزم، ولی 2 تا قاشق غذاخوری بهش کره میزنم. حالا یا کره حیوانی یا کره مارگارین، کره گیاهی، اون ترجیح شماست چه نوع کره دوست دارید. ولی من چون تو رستوران از کره گیاهی استفاده میکنم، اینجا هم دقیقا با همون استفاده میکنم، ولی ترجیح من توی خونه وقتی که درست میکنم کره حیوانی هستش. ولی باز هم دارم میگم چون به سبک رستورانی دارم درست میکنم، من از این کره استفاده کردم. خب اینو کامل میذارم داغ بشه. الان روغن و کره‌ای که چیز کردم ریختم توی قابلمه، میذارم کامل و کامل داغ بشه که رنگش شفاف بشه، یعنی این آبی که توی کره هست کامل تبخیر میشه، رنگ شفاف شفاف پیدا میکنه. نگاه کنید بچه ها، روغن کاملا داغ شد. خب حالا من برنجم میذارم توش، توی روغنی که داغ شده. حالا من حرارت رو کم میکنم. خب بعد آروم آروم با حرارت ملایم برنجمو تفت میدم، سرخش میکنم. این برنج کامل باید سرخ بشه. بعد از اینکه ریختید برنج رو، اگه احساس کردید روغنش کمه، چون این باید روغندار باشه، یه مقدار بهش کره اضافه کنید. خب اشکال نداره، همینجوری هم یه خورده میتونید روش کره بریزید.
اون داغی اولیش رو انجام داده، اینکه برنج توی شوک بره و یه دفعه داغ توی روغن داغ بیفته، همه اون کارا انجام شده. ولی میگم یه موقع دیدید روغنتون رو کم دادید، حتما این کفش نکنید، بعد روغن ببینید کف قابلمتون. حالا من اینو آروم آروم تفتش میدم، بهتون نشون میدم که تا چه حدی باید تفت بخوره. خب بچه ها یواش یواش برنجم داره سرخ میشه. نگاه کنید، یه چیزی بگم بهتون، برنج رو خیلی تون 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 همش نزنید، چون این داره سرخ میشه. اگه بخوای هی بالا سرش توش سید مثل آش هی همش بزنیم، برنجمون خورد میشه. خب اجازه بدید 2-3 دقیقه یه طرفش سرخ بشه، بعدا برش گردونید رنگش رو ببینید. حالا من به خاطر اینکه رنگش رو بهتون نشون بدم میاد یه خورده همش میزنم، ولی الان هنوز سرخ نشده، این خیلی براش کمه، ما میذاریم بیشتر از این سرخ بشه، این رنگش حالت سرخ شدگی بگیره بچه ها، چون اینجوری خیلی خوشتمتر میشه این برنج. من به عنوان کسی که تجربه دارم تو این کار دارم بهتون میگم، اگه خواستی با این شیوه درست کنید برنجتون رو، حتما همه این نکات رو رعایت کنید تا یه برنج خوشمزه داشته باشید. حالا من اینو میذارم بیشتر سرخ بشه، بعد این حالت گله گله هم که داره میبینید، این بعد از که کامل سرخ شده از بین میره. نگاه کنید بچه ها، برنجم سرخ شده، گفتم گله گله هاش بعد از اینکه سرخ شده از بین میره، یعنی موقعی که گله گله هاش از بین رفت، بدونید که برنجتون به مرحله اون سرخ شده که آماده شده رسیده. حالا من چجوری، حالا قبل از اینکه بخوام این کارو انجام بدم، چجوری سرخش میکنید؟ نکن اولش هم گفتم رو حرارت ملایم، حرارتی که نه خیلی کم باشه، خیلی هم کم نکنید حرارتتون رو، خیلی هم زیاد نکنید. خب ولی الان دیگه الان به این مرحله که رسید، من حرارت رو زیادش میکنم، با حرارت بالا زیر اجاهامو زیاد کردم. بعد یه قاشق مربا خوری نمک، یه قاشق چای خوری شکر. این شکر باعث میشه برنجی که سرخ شده وقتی بهش آب میدیم باز بشه، یعنی ریه برنج زیاد بشه، چون ریه برنج اینجا زیاد نیست کلا، به خاطر این باعث میشه به قول معروف بشکفه این برنجتون. حالا من از این استفاده کردم که کامل براتون باز بشه، چرا شکر استفاده میکنیم. بعد طعمش هم شیرین نمیکنه، کل اندازه یه قاشق چای خوریه، ولی کیفیت برنج رو میبره بالا. حالا اندازه 30 ثانیه من با این شکر و نمک که بهش دادم تفت دادم. نکنی بچه ها روغن داره تش، خب به خاطر اینکه ما قرار نیست روی این برنج دیگه روغن بدیم، با همین روغن باید بپزه این برنج. ببینید تو این حالت چه ترد و چیز شده، یه حالت تعدیگی پیدا کرده درست. حالا من شروع میکنم به این آب دادن. من 3 تا پیمانه برنج استفاده کردم، با همین لیوان استفاده کردم. اندازه نگاه کنید، بعد خیلی حواستون جمع کنید بچه ها، آب جوشه این آبی که دارم بهش میدم، 3 پیمانه به اضافه 2/3 همین لیوان، یعنی به ازای هر یک لیوانی که دارید برنج استفاده میکنید، یک لیوان به اضافه 25 صدم لیوان، یعنی 1/4 لیوانتون آب بهش میدید، هر چقدر که با هر پیمانه که دارید استفاده میکنید. نگاه کنید اینو خیلی آروم هم بزنید، بعد چونا کنید چه بخاری داره، بعد حسابی حواستون به دستتون باشه، خیلی آروم هم بزنید، اصلا نباید زیاد با برنجتون ور برید، در این حد، در حدی که فقط صافش کنید. حالا من در اینو میذارم بهتون میگم. خب بچه ها نگاه کنید، من تا این مرحله برنجم رو رفتم، حالا باید کامل بهتون توضیح بدم چیکار کنید. از این لحظه که من آب رو ریختم روش اندازه 15 دقیقه زمان میگیرم. خب 15 دقیقه الان حرارت اجاقم زیاده، خب اندازه 2 دقیقه با حرارت بالا، یعنی این ساعت باید کنارتون باشه برای درست کردن این برنج. بعد از 2 دقیقه من این حرارت رو کمش میکنم، ولی کم کم نمیکنم. همیشه اجاقامون ما خانما میدونیم دیگه، یه طرفی داره که حرارت رو کم میکنی، ولی اگه بخوام خیلی ریز کمش کنیم از این طرف کم میکنیم، میچرخونیم دیگه، اون قلق خودمونه. حالا من اندازه 2 دقیقه میذارم این با این حرارت شوک درست داریم، ما بهش شوک میدیم به این برنج. خب بعد زیرش رو بعد از 2 دقیقه کم میکنم، بازم بهتون توضیح میدم که چیکار میکنیم. خب حالا اندازه 2 دقیقه که گفتم، 2 دقیقه گذشته، من زیر اینو کمش میکنم. خب 3 دقیقه هم میذارم رو حرارت کم، بدون اینکه درش رو باز کنید بچه ها، اصلا در قابلمه رو برنمیدارید به هیچ عنوان. الان از این زمانی که من گفتم 1/4 زمان میگیرید، به هیچ عنوان در این قابلمه باز نمیشه، تو همین حالت میمونه. الان 2 دقیقه دیگه من میذارم اینجوری بمونه. حالا بعد از 3 دقیقه دیگه، یعنی اندازه 5 دقیقه 2 دقیقه ما
حرارت رو زیاد کردیم، 3 دقیقه حرارت رو کمش میکنم. بعد از 3 دقیقه خیلی خیلی حرارت اجاقتون رو کم کنید، یعنی یه ذره باشه. خب اندازه 10 دقیقه تو اون حالت خیلی کم میمونه، دم میاد. بعد از اینکه بعد سر 10 دقیقه زیرش رو خاموش کنید، 20 دقیقه در قابلمه رو باز نکنید تا با بخار خودش دم بکشه برنجتون. خب دوستان اندازه هایی که این زمانی که بهتون گفتم رو همه رو خودم رعایت کردم، نگاه کنید. حالا میخوام در قابلمه رو باز کنم، یعنی بعد از 20 دقیقه دقیقا. حالا کیفیت پلو رو بهتون نشون میدم. بعد از اینکه زیرش رو خاموش کردم، خب درش رو باز نکردم، اندازه 20 دقیقه مون دم اومد. بعد از 20 دقیقه نگاه کنید آروم آروم اینو همش میزنیم. حالا من اونجا تو حجم خیلی زیاد درست میکنم این پلو رو، به خاطر اون تو حجم کم یکم برام سخته، عادت کردم دیگه تو حجم زیاد. نگاه کنید برنج نه شفته میشه نه تعدیق میبنده، خیلی شیک و مجلسی. نم دستم هم نشونتون بدم، داغ البته، ببینید اصلا به هم نمیچسته برنج. خب دوستان امروز هم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. من هر چی که در مورد این بار برنج بعد بهتون میگفتم رو گفتم، همه این نکاتش رو رعایت کنید، خیلی برنج با کیفیتی براتون در میاد، بهتون قول میدم. بعدش هم مثل برنجای ایران، مثلا الان از یه مارکت یه برنجی میگیرید، خب بعد آب میریزید میبینید خب خشک‌تره، دقیقا مثل برنجای ایران. یه برنجی میبینی آب خورش کمتره، یه برنج آب خورش بیشتره. این اندازه استانداردی بود من که بهتون گفتم، یعنی به ازاره هر یه لیوانی که استفاده میکنید، هر پیمانه‌ای که استفاده میکنید اندازه همون آب و به اضافه 1/4 پیمانه همون پیمانتون آب بهش اضافه میکنید. ولی میگم این اندازه استاندارده تو برنجای مختلف. حالا از یه مارکت دیگه برنج می‌خرید، می‌بینی برنجتون خوش شد، خب یه مقدار بیشتر آب بشه بزنید، یا می‌بینی برنجتون نرم شد از آبش کمتر کنید، مثلا به ازای هر یه لیوان یه لیوان بهش آب اضافه کنید. بعد هر سوالی هم که داشتی تو کامنت ها بپرسید، شاید یه چیز من فراموش کرده باشم یا یه چیزی تو ذهن شما باشه که من مثلا اصلا بهش اشاره نکردم، حتما حتما تو کامنت ها بپرسید. بعد میگم من خودم این برنجو کتم درست میکنم، آبکشم درست میکنم، اصلا استرس نداشته باشید، یه بار درست کنید خراب نمیشه، به هیچ عنوان خراب نمیشه برنجتون، بهتون قول میدم یه برنج خوشمزه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید، ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، کانال من رو هم سابسکرایب کنید که حمایت بشه ازم. کلی هم دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگر رو میبینید.